قطعا من این کارو میکردم. حاکمیت بعضی موقع پیام میدادن، مثلا حالا از طرف یا اینکه اداره اطلاعات احضار میکرد، اطلاعات سپاه یا وزارت اطلاعات، و میگفت که چرا این کارا رو داری میکنی، چرا با این افراد در تماسی، تو روحانی هستی، نباید این کارا رو بکنی. از اون طرف هم افرادی بودن که اینها میگن کاسه داغتر از آش، اینها مذهبی هایی بودن که دوستان من بودن، میگفتن ما تو رو گیر میاریم و تا اعدام جلو میریم. این مسئله از بدو حالا بچگی من، از همون زمانی که من بچه بودم، خب در من وجود داشت و میدونستم که من میل آنچنانی به غیر همجنس خودم ندارم. این مسئله ادامه پیدا کرد تا دوران راهنمایی و دبیرستان من، حالا به فضاهای اینترنتی و مجازی آشنا شدم و اینها، کم کم به این کلمه گی آشنا شدم. اون لحظه خیلی ترسیدم، یعنی شاید تو یکی دو روز ساعت گریه میکرد. بلکه وقتی که اومدم اینجا و اعلام پناهندگی کردم، فشارهای ایران صد برابر شد و میتونم بگم که فحاشی هاشون، اگه تو ایران فحاشی نمی کرد، اینجا فحاشی ها زیاد شد و تو گوشی من پر تو پر از همین مسائله. فقط کافی یه عکس بذارم، یه مطلب بذارم. چند باری رفتم برد؟ چند باری؟ شاید 3-4 بار یا 5 بار رفتم. شما تا قبل از این همیشه آخوندها رو به عنوان کسی میشناسیم که قرار ما رو مجازات بکنن، قرار ما رو پای چوبه دار دعا برامون بخونن، ولی الان من کسی رو میتونم ببینم کنار خودم که برای من خطبه عقد داره میخونه. واسه من اعتماد کردن خیلی سخته، چون که توی ایران توی جوی بودم که همش ترس و وحشت بوده. خب این خودش عذاب آوره. از بعضی از افرادی که مثل خودم هستن پذیرش نمیشم. خیلی اون روز بود، 100% اون روز من نخواهم. سلام، خوب هستین؟ برنج اونجا هست، باز میارم. این آره، این که کمه، این که میگه فقط واسه گلارس گلارس. اینا چی؟ اینا از کجا آمده؟ آلوها همش مال مشهده؟ بهش کدوماش خورشتی هن؟ اینی سه تا خورشتیه. سه تا خورشتیه؟ اینم ترشه، اینم ترشه. حالا میتونی یه دونه تست کنین؟ آی سرد میشه. خب چی خوبه الان آدم بخواد بگیره؟ الان همه چیز چی خوبه. اونی که میگی همه چی خوبه، اما چی خوبه الان میخوایم بگیریم ببریم با خودمون بخوریم؟ سوغات پسته ببریم. پسته؟ پسته همون هم تازه است، مال امساله. یه پیلو خیلی نمیشه؟ علی خب، دیگه چی خوبه؟ دیگه چی دوست داری؟ خب چی مثلا دم عیده؟ خب یه چند تا یکی بگیم. آره. پنج جو. حالا من که خب کی شروع شد، کی باز شد و چجوری انقدر شلوغه اینجا؟ چرا همه میان برای شما؟ خب از اونجا شما که اینجا یه چیز دولوش 13 ساله که خدمت داره. 13 سال. 13 ساله و در واقع من خودم این کارو از بچگی این کارو یاد گرفتم. یعنی شما از کجا میدونی این ترکین الان خوبه؟ این آدم ما از کجا بفهمیم که این یکی از بهترین ترکیناست؟ خب رنگش، عطرش، بوش و خیلی ظاهر مشخصه. بعد خب این مشتری وقتی میخوره یا اون مهمون وقتی میخوره تشخیص میده که خوبه و بعد میاد دنبالش. ببین اینجا فقط چند نفر فقط ترکین میکشن. میدونی؟ یعنی اینقدر این به اصطلاح تقاضاش زیاده، فقط این یه آدم اونجا فقط ترکین میده مرتب که حاضر میشه و اینو یک بار خورده مشتری اومده دنبالش. سالاد ماست و پیاد.
قربون علا ترش میگیرم. این شیره است؟ تو شیره انگور. از کجاست؟ ملویه. از اون این لواشک ها میدین؟ تفیق زرشک. لواشک زرشک. زرشک. همونجور که اولم گفتم این عکس پدر بزرگ خود من هستش که ایشون پدرشون هستن و اصل نایب اصلا از پدر ایشون همین علی آقای نایب به وجود اومده در سال 1254. نحوه درست کردن ممتاز و برگو. خب خیلی تو این هم مهمه برامون که شکل کبابا هم به همین شکل. ولی نه اونقدر که روش سوخته باشه ها. سریع بعد اولش که کبابا میذاریم از جایی که برش داده شده به خصوص بره از جایی که برش داده شده روی آتیش زیاد میذاریم که گوشت جمع میشه اون آب داغ گوشت باعث پخت خود گوشت. سلام. خوبی شما؟ خیلی خوش آمدید. خیلی ممنون. به رستوران ما یا سفرخونه سنتی ما. خیلی ممنون. واقعا خیلی زیباست. به سفرخونه ما، سفرخونه سنتی ما، سفرخونه باغ سبا در یکی از محله‌های قدیمی تهران به نام باغ سبا. خدمت عرض کنم که سفرخونه ما یکی از گفتم از مجموعه‌های کارهای هنری و معماری درست شده. اینجا نه که سفرخونه سنتی و اگه یکی از فرهنگ‌های اصیل ایرانی رو داریم باب می‌کنیم و نشون میدیم نه به نمایش درگیریم. اینی که شما این پذیرایی که می‌بینید شربت زعفرونه. شربت زعفرون. ببینید نکنید این از توی زعفران قاطی شده و خنک هم هست و این یک خاصیت پزشکی داره. آه خیلی ممنون. پس اول شربت رو خورده میشه بعدش چایی؟ بعد میریم سراغ چایی، سرویس چای گرم. اینا غذای گرمتونه؟ بله. The hot foods. این به ترتیب نکنید. این کوفته ریزه ماست. میشه یکی امتحان؟ این اصلیتش از کجاست؟ کوفته؟ این مال تبریز. آه مال تبریز. مرسی. و اولین کارگاهی هست داخل ایران که شروع به پرورش ماهیان خاویاری کرده سال 81 و ما اولین صادر کننده خاویار به کشورهای اروپایی مثل ایتالیا، فرانسه، آلمان است. اصلی‌ترین ماهی کارگاه فیل ماهی یا بلوگاست، چون بلوگا یا فیل ماهی همون ماهیه که خاویار درجه یک رو میده و نسلشون هم انقراض کشیده شده. کل این سایتی که شما دارید نگاه میکنید آب ورودیش منبع آبی ما یه چاهه. کار اصلی ما کشاورزیه. آبی که ورود میکنه داخل استخرها خروج میشه میره برای کشاورزی. خب
یه سخ ذخیره هم داریم اونجا ماهیانی مثل ماهی سفید دریا. ما اونجا ماهی سفید دریا برای اولین بار تو دنیا ما تونستیم پرورش بدیم. چون ماهی سفید یه ماهیه که پرورش یافته نمیشه. بلوگاز ماهی اعماق دریا. انور خورشید خوششون نمیاد. اگه میرید اینجا مسقف تاریکه بخاطر اینکه نور مستقیم خورشید برای پوست اینا مشکل ایجاد میکنه. بیماری پوستی میده. ماهی‌ها کبسی هستن. یکی از بزرگترین ماهی‌هامونه. 12 سالشه. زن چقدر؟ چند کیلو خاویار داره این تو؟ این 110 کیلو، قدش 2 متر و 10 سانته. بعد دور شکمش هم 75 سانته. یه بار خاویار داده ولی خاویارش برداشت نشده، دوباره جذب بدنش شده. الان که میخواد خاویار بده ایشالله سال دیگه به ما، حداقل نزدیک 10 تا 15 کیلو به ما خاویار واقعا درجه 1 میده. دیگه مثلا ما خاویار داشتیم اینجا 3000 یورو فروختیم، خاویار داشتیم 2000 یورو. یه بستگی به اون نوع ماهی ماده داره، نوع تغذیه 10 سال، تغذیه 3 سال آخر، همه اینا بستگی داره که خاویار درجهش 1 بشه به قول معروف. ولی خاویارش چون میدونی اگه خاویار بخواد برداشت بشه ماهی کشته میشه. یکی از دلایل اصلی انقراض همینه. اما شما در اصل این ماهی ها رو میذارین تو آب، میرن تا شمال، اونجا در خاویار رو برمیدن. کارگاه خاویارسازی شمال کشوره، چون مرکز ایران که اصلا ماهی نبوده. تمام تأسیسات این ماهی هم معطوف به سه تا استانهای شمالیه. ماهی از اینجا زنده هم میشه به انزلی، اونجا کارگاه مخصوص دارن که خیلی به قول معروف یه محیط ایزوله بهداشتیه، که چون میدونید که خاویار نباید یخ بزن نه پخته میشه، یه نمک مخصوص بزن فراوری میشه قوطی میشه. اونجا امانت تو سردخونه شیلات میمونه تا کارهای صادراتش آماده شه و بره فرودگاه بره برای مصرف. کلسترول و اینا مشکلی نیست؟ نه. نه برای کلسترول خوبه اتفاقا. برای پایین. در ایران انقدر خاویار معروفه و همه دوست دارن. چون همونطور که میدونید خاویار تنها به اصطلاح غذاییه که وقتی میخورید سلول سازی میکنه. ما به این میگیم طلای سیاه. واقعا از طلا هم به نظر من خیلی خیلی چیز عالیه. چقدر یه نفر میتونه بخوره تا هر سروینگ؟ این برای یک نفره، یعنی یک پورس کامله. این یک پورس کامل کامله. پیش غذا اگه بخواید میل کنید نصف اینه، ولی اما میشه همه اینو خورد؟ بله. مجاش پلوم هستش. این الان درشتره، خیلی درشتره. پس اما معناش به این نیست که نه یکی. پس اینو من میرم این مقداری. اینو از این ور میرم. نه برعکس، اینو اینجوری میذارم این تو. به قول فرانسوی ها بون آپتی. یه جور دقیقا دیگه اون گلشه دیگه، اصلا نوع خود خاویارش لذیذتره. توضیح دیگه یه هم که داره بیشتر اینو صبح ها میخورن به خاطر اینکه انرژی زیادی با آدم میده و تا آخر شب باید دیگه میتونید کار زیادی انجام بده. سلام. سلام. خسته نباشید. خوش آمدید. ما از بچگی می اومدم اینجا. الیزی من تا حالا نیومدم تهران جلس به قول معروف. دل به تو دادم، در دام افتادم. جناب آقای مشتی اگر لطف کنید، چی شد وارد این عرصه بستنی شدین شما؟ بستنی از هپی بیزنس. راحت بشیم یه بستنی بخورید شاد میشید. یه مغازه عربی هستش، رفتم اونجا هل بگیرم. بعد چند تا مشک زدن، یه آقای لبنانی بود که اونجا داروخونه داشت، فهمید چی اومد جلو اینا. بیرونم که میومدم خودم رو ایرونی معرفی نمیکردم، ولی ترس داشتم. خدا وکیلی تو لس آنجلس خیلی آمریکایی خیلی آشنا شدن با ایرونیا، تازه قشنگ جا افتادم. خوبه بیشتر یا کمتر؟ هدفتون با این مغازه بستنی فروشی چیه؟ یه چیزی کاری برای ایران کرده باشم، این بستنی رو معرفیش کردم. اینو خواستم یه چیزی از ایرانیا داشته باشم. چرا نیومدی دیروز؟ ماشاءالله. صدای یارم
این رستورانتون منو به یاد ایران میندازه. تاپ 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 بشکن بزن بشکن. سلام، خسته نباشید. همه چی رنگی شده. اسم چیه؟ باریکلا، اسمش بارنیه، باریکلا. اوه 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 الا قربونو شکلت برم آنه بزه با سیدار را کشیدن یارا اومده بودا دی... عدم قدم به قدم جلو رفتن ماها باعث شد که این پروژه موفق نشه و یه جوری قلب من شکست، قلب امیرم مطمئنن شکست. من فکر کنم خیلی، من وقتی که روی این پروژه شروع کردم کار کردن با تمام وجودم اومدم شروع کردم به کار کردن، یعنی واقعا با شیرجه زدم تو آب و کاملا رفتم حسابی زیرابی رفتم. خیلی توش قاطی بودم، یعنی واقعا فکر میکردم با وجود خودم و اصلا فکر نمیکردم این پروژه مال کسی دیگه است. آره، از اینکه دوباره دارم اون کار خودم میکنم هم خوشحالم. آره، اون کار آمری رو البته خیلی دوست داشتم. کاشان تو مسیر راه جاده ابریشمه و اینجا یک موزه معماریه از 6000 تا خونه‌ای که وجود داشته 600 تاش در حال حاضر هست. آمری‌ها بزرگترین خانه تاریخی ایران، خونه حاکم شهر کاشان بوده. 13000 متر، 8 تا حیاط، 300 تا فضا، مثل ورسای کاشون بوده دیگه. و خیلی سفگلش مهمه. اسمم امیر انوشفره و معمار هستم. چند سال بعد از انقلاب عازم فرانسه شدم و تقریبا 28 سال در فرانسه بودم. خیلی دلم واسه ایران تنگ شده بود. خیلی موجه خوبیه. من همون چیزی که من همیشه دنبالش بودم. برای اینکه دوباره همون ارزش‌های میراثی رو به این معماری داد دیگه. یعنی ارزش‌های میراثی داره ولی میبایستی دوباره تبدیل به یه عمل کرده امروزی بشه دیگه. بلش کردن، همه رو خراب کردن، همه رو بتون آوردن، همه رو کساف بستن. رسم میشه که همه این چیزهای قدیمیشون ارزش رو بدونن. خیلی خیلی باستدیقه دوباره ازش استفاده کنن تا همش داغون نشده. خودم آرشیتکت قضیه بودم و من یه آرتیست میخواستم. شادی رو من تو پاریس باش آشنا شدم، شاید مثلا 10 سال پیش. استیلیسته و خیلی استیلیستی هم هستش که از پارچه‌های قدیمی استفاده میکنه و در ضمن خب دیزاین داخلیش شادی خیلی حرف میتونست داشته باشه. با این پارچه ها من نمونه آوردم، مثلا تمام نمونه رو زدم به دیوار، رنگ ها رو امتحان کردم. یه بار من داشتم میدم کاشون یه پرنده ای دیدم که اون پرنده دقیقا میکس این دوتا رنگ بود. بعدان هم از این دوتا رنگ میخوام استفاده کنم واسه این اتاق. وقتی که وارد این خونه آمری ها شدم و اون فضا و اون حال و اون انرژی رو دیدم، انگار که مست شده بودم.
کاملا تو اون دنیا غرق شدم. یعنی این صورتی رو استفاده میکنیم و این آبی و پرده‌هامونم از این آبی استفاده میکنیم. به ما گفتم ماهاش شیش ماه بیشتر وقت نداریم برای این پروژه. من فکر میکردم که شیش ماه غیر ممکنه. خب اون موقع یه ناامیدی بود. یه عده میگفتن اسرائیل حمله میکنه، امریکایی‌ها حمله میکنن. کسی به آینده‌اش امیدوار نبود. یعنی همیشه فکر میکردن ایران وارد جنگ میشه و شما ها دارین چی کار میکنین؟ چه هتلی، چه چیزی؟ بی خودی دارین کار میکنین؟ طالبه گذاشتم تو پریزر سرد شده. آتشی توی یک دفتر. آی بهشت. ایرای بهشتی. ببین یه جایی ما توی کدوم از این مغازه‌ها یه سنگ دیدیم، یه چیز چارگوش اینجوری، یه مستطیل اینجوری که عروس و پاشو میذاشتن روش حنا میبستن. سنگ حنا بندو. سنگ حنا بندو. از اون میتونی پیدا کنی؟ مال روستاها بوده، خود شهر همچین چیزی نبوده، تو روستاها گیر میاد. خب میتونی بگردی حواست باشه اگه دیدی سمون پیدا کنی؟ اگه بیدن از این سرکو ها سرکوی لبه دارم دیدی سرکو جان نمکتونی. جعفر نگهبان بود ولی بسیار آدم پستواد و معلوماتیه. همه کاشانه میشناسه و ما خیلی کمک کرد و کلی از چیزهایی که ما احتیاج داشتیم و جعفر میرفت جلو برای ما پیدا میکرد. برای ما خیلی اهمیت داشت که بتونیم فرهنگ واقعی و هویت ایرانی رو ارائه بدیم. با گلوبالیزیشن داشت تمام اینها از بین میرفت. سنت ایرانی و هویت ایرانی الان گم شده یه جورایی. این نتنزیاد این تولید نمیشه؟ خودمان. در نتیجه شروع کردیم تمام آنتیک فروشی‌ها رو چک کردن، با آدم‌های مختلف، تحقیقات مختلف کردیم که ببینیم تو اون زمان به چه صورتی بود. در این حال وجود صنعتگرای کاشانی خیلی واسه من مهم بود. متاسفانه تعداد معدودی از این صنعتگرا باقی موندن. خدا میخوام یه مقدار پارچه اینا ببافیم. خواستیم ترجیحاً اگه بتونیم رنگ‌ریزی گیاهی کنیم بهتر باشه. هر رنگی که شما بفرمایید در میاد. گیاهی فرق نمی‌کنه. بله. رنگ لاکی که مال خود کاشانه. بله. از همه بیشتر اونایی که خودتون میدونین که اصالت کاشانی داره روناس بوده. بله. همه روناس بوده. روناس. قرمزونه استفاده نمی‌کردن. چرا می‌کردن؟ با اون صورت نه، کم. با شراب چی باشه اینجوری؟ نحوه‌ای که نحوه‌ای که این سوسک که کشته میشه رنگی که میده فرق. ما ایرانی‌ها خیلی علاقه زیادی به اروپا داریم و من فکر می‌کنم زیبایی پاریس و لندن و روم و اینه که اینا تونستن تمام میراثشون رو نگهداری کنن و فرهنگ استفاده از این رو نگه دارن. ولی ماهایی که اینقدر علاقه داریم که از غربی‌ها کپی کنیم و به اونها مثل اونا بشیم، چرا وقتی که نوبت بازسازی خونه خودمون میشه نمیاییم از اونا کپی کنیم و فرمون فرهنگای اصلی رو سعی نمی کنیم تو خودمون نگه داریم؟ چرا اجازه میدن که شهرداری بیا ساختمون قدیمی هاشون رو خراب کنه؟ برای چه پول میسونه شهرداری مراسم بده؟ خب چرا مردم اجازه میدن که همچه اتفاق بیفته؟ مردم چیزی نمیتونه، هرچی بده که چیزی نمیتونه بده. اجازه هست؟ راحت باش، بخرم. این فرشی این رنگ وزیش گیاهیه نه؟ بله. متأسفم. شما همه دخترای حاج آقا هستید اون؟ تقریبا. نه. از زنای مختلفه ایشون. این از این بگه گریهش میگیره آدم. واقعا کدوم بیشعوری اومده یه همچین کاری کرده. اولاغا اومدن خونه‌های قدیمیش رو فروختن که این کثافت‌ها رو بسازن، بعد یه همچین هنرهایی از بین میبرن. ایشالله خیلی نداره. نه من الان اینقدر شوکه هستم که هیچ صحبت زیادی ندارم، یعنی فقط دارم قصه میخورم که چی میشه که این اتفاق میفته.
خب نگاه کن دیگه، تمام میراث فرهنگی مملکت رو دارن داغون میکنن که این کثافت ها رو اونجا بسازن. یه نگاه اونجا بکن آخه اونم ببین این همه کاری که شده چیه 400 سال 500 سال و کسی هم نیستش که دیگه کسی. من فکر میکنم توی خونه ها رفتن یعنی چیز دیگه، بدبختی دیگه. و کاگلی باشه اصلا کاگلی مال چیزه، بدبختی هست. حالا یه چشمابی باید بیاد اینجا بهشون بگه با این ارزش تمام شما میراثتون زندگیتون به اینا بوده تا اصلا نه به این کسافت گیره میزید. هر کشوری سوگردش مهمه چون اینا تاریخ یک کشوره. من وقتی بامیان و طالبان زدن پالمیرا رو داعش زد اصلا انگار که تاریخ از بشر رو زده. تعریف اصلا فرهنگ یک جامعه‌ای، یک سیویلیزاسیونی به تاریخشه. اقتصاد ایران که گرفتار یک رکود تورمی عمیقه، سایه تحریم هم بر اون سنگینی میکنه. اما تنها دلیل شرایط موجود تحریم نیست. اینجا رو راه انداختن مشکل وحشتناک. یکی از مشکلاتی که داشتیم مسئله بودجه بود و آمبارگو خیلی به ما فشار آورد. دو اینی که مسائلی که ما چگونه امروزه به یه هتل استاندارد بین‌المللی 5 ستاره جواب بدیم ولی سنت ها و چیزهای قدیمی هم نگه داریم. تاثیر داره تو چند ستاره؟ آه؟ خیلی دیگه. اگر این باشه، اگر پایین داره یه چیزی. اصلا باید باشه. او باید باشه. این کجا باشه و چه شکلی گذاشته بشه مهمه. من چند تا از این کتابا رو آوردم، مال هتلای 5 ستاره است. که یه ذره ببینیم که ببینین اصلا تو چه جهتی داریم. هر پنکو هست که مثلا وسط کار می‌ذاریم. الهام حرف هم هست. الان داریم فکر می‌کنیم اون رو راه حلش رو پیدا کنیم دیگه. و افرادی که داشتیم باشون همکاری میکردیم اکثرا کسانی بودن که تو دنیا سفر نکرده بودن. در نتیجه برای این عده تعریف کردن اینکه یه بوتیک هتل درجه یک بین المللی میداشتیم چه شکلی باید باشیم خیلی مهم بود. الان ما فعلا مشکل میبینی که حرف نزنیم. اینجا ما یه دونه پریزه خود اینجا رو میخوام، یه پریزه را بله رو میخوام که الان اینجا موجود هست جاش. ولی فقط فکر کنم تا اون قرص اونجا اون رو خراب میکنم. یه اپلیکی که اینجا یه نور خوب بده با میخوام، برق میخوام، تلفن میخوام، اینترنت میخوام. اینو داری میبیسی؟ این خیلی مهم. اینجا اصلا کارمنش برای سالان آرایش فقط اینجا من همینجوری که پیش میرفتیم فهمیدیم چقدر کار مونده. دست به هر چی میزدیم یه دفعه کارهای بیشتری برای ما به وجود میومد. دلار
دولت‌های آمریکا، انگلستان و کانادا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دیگر بانک‌های این کشور را هدف مجازات‌های جدیدشان قرار دادند. دولت ایالات متحده آمریکا علاوه بر شرکت‌های ایرانی درگیر در برنامه اتمی جمهوری اسلامی، صنایع نفت و پتروشیمی جمهوری اسلامی را هدف تحریم‌های یک جانبه جدید خود قرار داده است. ما 4 ماه بود تا الان کار کرده بودیم. نگرانمون یه مقداری تهدیدا بود. ولی ما مسئله‌مون این بود که طرح‌ها رو و دیزاین‌ها رو تموم کنیم. علی‌رغم اینکه نگران بودیم. تمام پرده های همه اتاقا شعر ابریشم دستبافه که همشون رنگرزی گیاهی شده. الان داریم تست رنگ حاشیه واسه پرده هامون میکنیم. شما همه برادران شعر بافی میکنین ها؟ بچه هاتون چی؟ خونه هاستون دوست داره. دوست نداره؟ اصلا اونجا میگیم اصلا بلد هم نیست. یه دونه پسر دارم اون که سر کار دوست ندارستم. یعنی یه دونه پسر دارم تو اتمی هم. هسته یک کارم که مهندس هم. اصلا نمیاد اینجا. اتمی چه فایده داره؟ صرف نمیکنه بریشون. چه صرف نداره؟ پس هم خرج دارم زندگی دارم. نمی... فایده ای نداره. میگه چه حرف میدم؟ فایده نداره. نه. هیچ فایده. استفاده ای نداره. سختشون هم نمیتونم بلد نیستن. وقتی نامکسین همه قدیمی هم دیگه یه قدیمی هم از بین برن دیگه تموم میشه. خونه خیلی قشنگی بوده که خراب کردن که خیلی حیفه. اون بادگیر رو نگاه کن مثل ماه بود. شهرداری هم خرابش کرد. اینو؟ آره. چرا؟ صاحبش رفته ناین زندگی میکنه. بلمان که همسایه ها محل آشغالدونی شده در صورتی که دیوار داشت، در داشت. اگر آجر و خطایش رو میفروختن یه 100 میلیون پول میگرفتن. سنگ دور حوزش 200 میلیون پولش. یه موقعی رسیدیم دیدیم که تحریم‌ها جدی شد و ما خیلی میترسیدیم که این یه تأثیری بذاره روی کارفرمای ما، دیگه پولی نشته باشه بتونه ادامه بده. اصلا دو سه جاش ترک افقی بد داره. آره ما از قدیم یه دفارماسی نداشت ولی الان نیست که بیشتر شد. خیلی بیشتر شد. میگه زیرش آب بوده بود. شناجوشو شسته، پایتو شسته. از اینجا بیا ببین سخت ترک خورده. این تیکه ساختمون داره جدا میشه. بعد بیا مهار ببرم. بیا. این اصلا همش دفرمه شده. بالا ببین. ببین چجوری شده. اینجا رو ببینی. ببین از اینجا داره میشکنه. ترک‌های افقی خیلی خطرناکه واسه ساختمون. وای اونجاش خیلی خطرناکه. اونجا رو ببین. آره موزی زیان خودش رو میخواد. امیر یه کسیه که یه قلب بزرگی داره ولی متاسفانه یه ذره شاید به خاطر احساسات زیادش خیلی غیر منطقی و خیلی راحت میتونه از یه سری مسائلی که شاید خیلی مهم باشن بگذره، در صورتی که واسه من خیلی مهم بود که این مسائل اتفاق بیفته. خانه داری هست. اینجا آزاده. کدوم خانه داری؟ اینا یه اتاق می‌خواست سیدی بکنه، اتاق برق و دیگه دم خانه داری تو یوسفیان نداشتی. خب. رفتیم الان حلش کردیم. یعنی آرشگاه رو سری بزنیم. آره پلان رو ببریم نگاهی بکنیم.
اینجا نمیشه کمدامونو بذاری. چرا نمیشه؟ یه چیز خیلی محدود، چون اینجا مقرنس داری. باشه. تو مقرنس داری و اصلی چیز باشه. نه اونجا تو اصلا چیز نمیذاری. ها کجا میذاری؟ اونجا تو اصلا نمیذاری. کجا میذاری؟ ببین یه میز که اینجا دو تا درور اینجلو میذاری. نمیتونی برای اینکه اینجا صندلی این میز 50 سانتی متر در این حدود بگی 10 تا میبرد. این صندلی میاد اینجا، اینجا رو نمیده. آره صندلی اینجا رو نمیده. اون صندلی سرشون رو کنم آره، نه اینکه این مقرنس رو بکنیم کمود دیگه. نه مقرنس رو نمی کنیم کمود، عزیزی داره من چرا میخوای مقرنس رو بکنیم؟ بلکه احتیاج داری به کمود. عشق من، نه یه دونه چیز میخوام. تو جوهر کوتاه میذاری، تو چرا مقرنس رو میخوای بکنیم؟ کم میاد، چون اون ور که نمی کنی بسری. آره، اصلا اینو کمود نمی کنی امیر. بریم برشم ما هر هفته با نماینده کارفرما جلسه داشتیم. یه مشکلمون این بودش که خیلی جاها کارفرما با ایده‌های ما موافق نبود. دو اینکه اختلاف سلیقه داشتیم. خانم نظاره کردن خوشگله. اینجا چون سفره هست همین نمیتونن بیان اینجا نظاره بکنن. ولی اینجا رو بگیری نظاره از دست میدن. بعد وقتی که میخواد اینجا صرف کنه لازم داره یه چیزی که این کار بکنه. یک چیزی چی؟ آه همون کاسه بشکاب اضافه رو بگه جایی میزی یه چیزی میخواد تو خیلی از رستوران ها کاری که میکنن میتونه مثل این زیرچمه دنیایی که داری اینا دارن که یه کسی میاد این زیرچمه دنیا رو واز میکنه میذاره سینه رو میذاره روش بعد سرف میکنه. به نظر من میگذی که اگر اینجا یه دونه مثل میز بذاری روش گل بذاری با عرض کمی مثل بهتره. اصلا میتونیم یه چی نذاریم. اصلا میطلبه که یه چی نذاریم. ولی واقعا کوچولو میتونه بذاری که مثلا فرق کن که یه دونه گلدون باشه یه گل باشه در این چیزا. اتفاقی که بین ما افتاد شاید یه تفاوت ایدئولوژیک بود. امیر اونجا دیگه هی میگفتش که اب نداره اشکال نداره بگذاریم و یه جایی بود که من واسه هم خیلی مهم بود که به نحو احسن این مسئله انجام بیفت بشه باعث شد که من یه جایی واقعا واقع بینانه به مسئله نگاه کنم دیدم که نه واقعا با این نحوه برخورد این پروژه اینجور انجام نخواهد شد. احمدی‌نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز شنبه تحریم بانک مرکزی و صنعت نفت ایران و محدودیت‌های ارزی ناشی از آن را جنگ تمام عیار اقتصادی توصیف کرد. بعد وقتی که مجموعه های طالبینی‌ها ببینید این بچه‌ها سیمانکاری اینا می‌کنن اولا سعی کنن نپاچه اون رو ثانیا نگه می‌پاچه همون موقع باید تمیزش کنن. این پروژه مشکلات خیلی داشتیم. انشنا آمبارگو خیلی به ما فشار آورد. یعنی مثلا ما پرفکسیونیستی که داشتیم و کاری که می‌خواستیم بکنیم شاید کارفرما بودجه‌شو نداشت. حالا نقطه نورانیش خیلی قشنگ معلومه نباید اینجوری باشه. نقطه آشاره. نباید اینجوری باشه. من به نوری نباید فیلی باشه. این نمیتونه به صورت خط باشه. نه علی. کجا آمده؟ کجا داریم کار؟ به من الان نست باید سیلش آماده میکنیم. باشه. بابا نوشته بود 6 تا با منم چک کرد فرهنگی من گفتم 26 تا همونطور اون وره داره کارا رو انجام میده کنه ما فکر کردم 16 تا شده بابا صورت حسابش 26 تا هست صورت با من دوباره چک کردم بودن که هنگار مادار کنی فلا اینه چند تاست که من دونه دونه حفظی شمارم من الان گریه می کنم چرا؟ چون یه این اولاق چی دیگه نمیتونم بگم سلام آقای درازاده قبلش بهتون میگم اون بابایی که لامپا رو فرستاده لامپ مهتابی رو به جای خورشید فرستاده بسن یعنی چون اینکه ما عجله داشتیم که برای امروز حاضر بشه اون مهتابی فرستاده در صورتی که ما 200,000 رو به اینا تأکید کرده بودیم اسم مهتابی رو واسه ما نیاد این آدم ها اصلا متوجه نمی شدن که چه کاری کردن و این یکی از بزرگترین سرخوردگی هایی بود که من دائم باش به طور روزمره برخورد می کردم اگه اون شب اینجا ریسمونی بود تایید قرار نگیر ریسمونی رو الان گفتن چرا چه اتفاقی افتاد اون شب ریسمونی آفتابیشون سوخت
و ما اون رو بعدش دیگه تست ریسمونی رو نکردیم. این بالا که عوض شده قرار نیست که خیلی آزمایش بکنم. با چقدر بکنیم کار رو؟ و اون تغییر شده بود. الان دارید عوض میکنید، حتی اشکالی هست. اون اشکال رو میخوام بفهمم که چیه. نه اصلا قرارمون بود که اینجا رو صاف بزنیم. از اول قرارمون بود که اینجا رو صاف بزنیم. این بالا رد. داشتم فکر کنم خیلی چیزا هستش که اینجا میشه تمیزش کنن، اینو تمیز نکردن، مثلا اینا رو جمع کنن، این آشغالا رو اصلا من رو خود کرد خود این حیاتو الان یک تر تمیزش کنم. حالا بعد از الان هم که حالا داریم او اینو خانم رو بابایی گفته این کار بکنیم. توی یکی از ترمش بوده هست، توی عکسش بوده. توی رفت اینجا رو ببینید تو مابین اینا یه دقیقت سکشنی داده، تو اون سکشنشون توی عکس ها جهت یه لاینی داده، لاین نورانی داده. حالا اون رو تنها چیزی که جواب میده، حالا اینو بگم ها، این چیزیه که این چیزی که الان صرفا زده بشه جهتش رو میتونیم برگردیم تو فقط این که اصلا اینجوریش که اصلا اونو که من اصلا نیستم زیدیش کنش نه اونو من اصلا نیستم تو اتاق اعتماد مادیستان نمیدونم چرا اینجوریش نظرها عوض شد، اینقدر تعداد زیاد شد، تعداد دفعات زیاد شد، نظرها عوض شد. اعداد هر چقدر زیاد بشه، هر چند دفعه ما بیشتر بیایم اینجا برای در حقیقت کنترل و تست گرفتن، باز متأسفانه این مسئله میشه. نه ولی اگه یادتون باشه، یعنی هر دفعه یه جلوه خاصی داره، یه نظر خاصی، یه نظر جدید. نه ولی الان دیگه فاینالش کنیم. با این طرز مدیریت و با این آدمایی که دارن انجام میدن، این پروژه اونی که باید بشه نخواهد شد هرگز. ما راجع به این داستان کلی زحمت کشیدیم، وقتی که اصلا اون زیبایی رو در نظر نمی گرفتن و فقط یه جنبه های اقتصادی داستان رو من مد نظرشون بود، اونجا بود که دیگه دیدم دیگه جای من نیست و من باید بیام بیرون. یکی از دلایلی که این پروژه به درازا کشید مثلا همین تحریم ها بود. قرار داد ما تو 6 ماه 7 ماه تمامش کنیم، وقتی خب 2 سال گذشت خب واسه کات می‌کردیم دیگه، ما یه بودجه محدودی، بعد اون موقعی مشکلات پیش اومد که یه دفعه یورو شد 3 برابر، یعنی یه دفعه یه شوت اکونومی وحشتناکی شد، همه چی یه دفعه رفت بالا. یکی اینکه سرمایه گذاری که به اصطلاح اسپانسر این پروژه بود و قضیه رو میخواست پیش ببره شدیداً دچار مسائل مالی شد، بعد خیلی از محصولات و چیزایی که ما میخواستیم مثلا خب پیدا نمیشد. خب اینم ورودی خونه آمریاس، اینم آقای جعفر آقای ماست که زحمت نگهداری اینجا به عهده ایناست. برای ما یک اکت فولی بود، یعنی ما میگفتیم این کار بهش علاقمند شدیم، این باید تمام بشه هرچند ما ضرر بکنیم. خودم میخواستم این پروژه به جایی برسه، جزو قوام بود. آره خیلی ناراحتم شادی رفته. رویاهای زیبایی رو با هم تقسیم می‌کردیم برای کاری که می‌خواستیم بکنیم و بچه بسیار با قدرت و خلاقی بود، یه آرتیست واقعی بود. ترس از چاره‌ای نبود، تحملش اومدن نبود که ادامه بده دیگه. حقم داشت. منم بهش گفتم روز که گفت نمی‌کشم، بهش گفتم حق داری. کار زیاد ساده‌ای نیست. واو. این میشه یک تالار شاهنشین اصلی خونه است که تبدیل میشه به
رستوران. طراحیش همه شده، میز و مبلش رو همه رو سفارش دادیم. اون بالا همه آسمان است. نماینده آسمانه. وقتی نگاه می‌کنی مثل اینکه دنیا رو داری می‌بینی و ستاره‌ها رو می‌بینی. آره بابا، این هتل که درصد باز میشه. منتها خب یه خود مسئله تحریما کارو کند کرده دیگه. یعنی اگر که این مسئله اکونومی نبود، تو الان ما قرار بود ای آوریل امسال اینجا رو باز بکنیم دیگه. ولی خب حتما یکم دیگه طول میکشه تا مسئله بودجه حل بشه و اینجا را بیفت. دولت جدید ایران مذاکرات را از سر گرفت. وزرای خارجه ایران و آمریکا برای اولین بار در 35 سال به طور خصوصی با هم دیدار کردند. گفته می شود در این دیدار سنگ بنای دور جدید مذاکرات ریخته شد. الان دیگه دارم کارهای دیزاین لباس رو می کنم. بعد از تجربه‌ای که با آمریا داشتم، قدر کار خودم بیشتر میدونم. استقلالش رو، اندپاندانسش رو و چیزش رو بیشتر لذت رو میبرم. کارهای آمریا رو البته خیلی دوست داشتم، خیلی ناراحت بودم. یعنی واقعا متاسف بودم. چون فکر میکردم که این پروژه یه اتفاق خیلی خوبه واسه ملت ایران و یه تغییریه واسه اون چیزی که همیشه ما راجع به ایران فکر میکردیم باشه. دیدم که نه، این اتفاق داره نمیفته و همین باعث شد که دیگه برم. همیشه میگن امبارگو و تحریماست که مملکت رو خراب کرد و ما بدبختیمون تقصیر تحریما بوده. من اصلا اینو قبول ندارم. من فکر میکنم ما خودمون هستیم، ملت خودمونیم که داریم به خودمون ظلم میکنیم، نه بقیه. و خیلی امید دارم که به اصطلاح کاشان از این جهت یک شهر نمونه بشه، چون لیاقتش رو داریم. کلن خودم آدمی هم که از شکست بدم میاد، از ول کردن بدم میاد. شده 100 بارم عقب برم جلو، متودم دیگه. برخورد کی با شما نهایی کنیم؟ ببینید، من یه جای دیگه که صحبتم بود اینجا بود. ببینید، این ایوونه اینجا. خب. چند سال بعد از کاری که ما توی آمریا کردیم به ما پیشنهادات زیادی میشد راجع به احیای خونه‌های قدیمی. یکیش خونه امیر حسین اعتماد بود که با اسیستانم ساناز کارش شروع کردیم. والا اینجا یکی از خونه‌های ثبت میراث که داره به صورت اقامتی و حتی شاید هم یه مجموعه گالری و مجموعه‌هایی که به اصطلاح داره در اینجا بیاره. خوشبختانه که بخش خصوصی اومده و داره این سرمایه گذاری رو میکنه که این خونه ها رو نگه دارن و این که یه کار خیلی خوبیه، یه اتفاق خیلی خوب تاریخیه. این مرمت ها باعث شد که خیلی ها بیان تو کاشون خانه بخرن و احیا بکنن و طبیعتا از من خیلی میپرسن، نظر میخواستن. هیچ وقت فکر نمی‌کردم، این فکر می‌کردم به یه تخیل فقط شبیه که آدم تهران رو ول کنه بیاد کاشان زندگی کنه و کار کنه و یعنی همه فکر می‌کردن که خب این یک دیوانگی ممکنه باشه، چون اینجا 100% رو به این بود که صافش کنن. ما تر احیام دادی که مثلا اون اتاق چی بشه، این اتاق چی بشه. خیلی تو ذهنمه سرویس‌ها چی. آره من برای هتل در واقع همه چیز رو دیدم. موقعی که شروع کردیم خب اینجوری نبود واقعا، همسایه‌ها خیلی اذیت کردن، ولی خب اولش به عنوان یک اتفاق غریب نگاهش می‌کردن دیگه. 30 سال 40 سال اینا ول بوده، فکر می‌کردن که چیزی به غیر از گردشگری در کاره، مثلا یا ما
چه میدونم دنبال گنجیم همچین چیزایی تو ذهنشون بود، ولی بعدش آروم آروم دیگه باور دارن میکنن. روزه اول افتادم که اومده بودم آوریا بود، یعنی اصلا میدونی چی شده، یعنی واقعیتا از خشت و گل و یعنی کار مرمتی این شکلی بله، یعنی واقعا چیز شده. پایان 13 سال تهدید، تحریم و مذاکره. ایران و قدرت‌های جهان بر سر برنامه هسته‌ای به توافق رسیدند. انجل در وین، موگرینی در مصاحبه‌ای با تلویزیون. به کشور خیلی جالبیه و در حال تحوله و این تحولش میتونه خیلی چیز باشه، جالب باشه. در هر صورت معماری کاشان توی یک مرحله اول معماری کویریه، یعنی بیسش از خاکه. خاک جزی از وجود ما، باش زندگی میکنیم، توش میریم آخر زندگیمون. چندین هزار سالم تمدن بشر همین بوده دیگه. اون موقعی که ما کار شروع کردیم تو گاشون هیچ خبری نبود از توریست، اصلا توی خارجی نمیدیدیم، ولی الان اینقدر توریست خارجی زیادشون از همه دنیا تو کوچه پس کوچه های گاشون که اصلا تعجب میکنیم. دیگه مخروبه بود که حالا به این نوعی از خیلی کارهای قدیمیشو کرده بود، ولی همه میبستی دوباره چیز میشد دیگه. خوشحالم که این بالاخره این کار شد و جمع شد و بسته شد و به اینجا رسید. آره اینجا میرسی یادش بخیر اسم این اتاق رو گذاشته بودیم اتاق شادی. تنها پنج دری اینجاست و شادی علاقه عجیبی به این اتاق داشت و از توش هم کلی خاطره داریم. خیلی جاها اون طراحیه که من میخواستم نشد، خیلی کارا شد که من اصلا موافقش نبودم. هم اینی که اون سلیقه‌هایی که ما داشتیم نمیشد اینجا. ولی اون کیفیتی که من میخواستم نشد، خب دلخور شدم. خب بالاخره میبایستی این کار میشد دیگه، یعنی میبایستی با این همه انرژی که گذاشتیم حیف بود که این هم دوباره کات میشد و به جایی نمیرسید. اینی که شد به یک اقامتی حتی با 15 اتاق واسه فاز یکش خیلی خوب بود. غیر از اینکه این سوفگرد شد، یه نمونه سازی شد، یه الگو شد. این مهمتر بود تا حالا سوفگردی ساختمون. الان که من میخوام بیام تو مشتری هستم، کسی دیگه ما رو نمیشناسه. میگن باید بلیت بگیری یا آشنایی بدیم که بیایم تو، یا باید خودم معرفی کنم که مثلا من 8-9 سال این خونه دستم بوده به تنهایی. سلام آقای دکتر، قربونتو برم. بهتری تو دفعه جون چند وقت ندیدم. خوبی؟ ممنون آقای دکتر. داستان خنده ما، داستان جنگیری تو اینجا و جن رو پیدا کردن و حالا اصلا فانتوم های اینجا خودش داستانی داشت.
و آقای دکتر مشوق من شد برای بازدید این خونه های قدیمی، خونه های خرابه. توسط اونا من شروع کردم به خرید و فروش خونه های قدیمی. بادگیرها رو احیا کردیم، اون دوتا بادگیر رو دوباره. خونه از اقوامه دارم مرمتش میکنم. تقریبا 90-95% خرید و فروش خونه ها با منه. بادگیرها کاملا از بین رفته بود، ساختن بادگیرها رو زیر زمین و همینطور کلن 11 اتاق داره. خب خیلی ترتمیز و خوب شده. فضایه زمانی که آقای دکتر اومدن و خانم پرند اومدن باعث شدن که مردم جلب شن و برای کاشون خیلی کار کردن. نه آقای دکتر، اینا باید زودتر از این اقدام میکردن برای خرید خونه. یعنی از بس گرفتار این خونه بودن دیگه نشد. کوزه شکسته آب میخوره. حالا دیگه این همه سال اینجا بودیم و خیلی خوب علاقه من داشتیم که یه خونه اینجا داشته باشیم دیگه. بعد یه خونه رو که دیدیم روز اول خیلی خوشم اومد. این طوفان زده در پیکرها رو باز کرد. بریم درها رو ببندیم. دیدی میگن جن داره صدا میاد. بذار اینجا رو ببندم. واسه که خیلی کار داره. یه خودش یه سال کار میخواد که دوباره هم خسته شده بودیم دیگه. حالا یواش یواش شروع میکنیم. نیا که اون چه نمای قشنگی داره اونجاشون. نماش من خیلی دوست دارم. کار داره این بخواد ترتمیز بشه و صاف و صوف بشه. اول پولش رو اینه. خب حالا منیجش میکنه دیگه. کسی باورش نمیشه که این مخروبه ها میتونه خیلی خوب دوباره در بیاد. خب ما این کاری کردیم، گفتیم و حتی خرابه باشه میشه روش کار کرد، میشه درستش کرد. بدونیم ما یک کار سخت داریم میکنیم. به این روی داریم دنبال یک سری رویاهامون هستیم. حالا این رویاها ها بخشش میتونه سریع به نتیجه برسه، بخشش زمان میخواد، دراز میکشه، به طول میکشه تا به جایی برسه. تلاقی عقل و عشق، یعنی عقل یونانی و عشق آسمانی مذاهب مثلا فرضی بزرگ تو اینجا به هم دیگه تلاقی میکنه. این تلاقی خوب برای مردم ما هم مشکل ساز، هم لباس هم همینه. طوری نیست که ما دنیا رو توی دوتا مقوله سفید و سیاه. از راو مرادی و خیلی خوشبخت شدم و میخواستم یک کمی راجع به کار شما بدونم و اینکه اگه بتونین کاراتون رو به ما نشون بدین. بله، من دوباره چادر ارائه دادم به جشنواره و یکی هم کار اجتماع است. چادر برای اجتماع. بعد اینکه 3 سال هم هست که فعالم و تو این جشنواره شرکت میکنم.
چی شد که خواستین این چنین طراحی‌ها رو درست کنین و چی الهامتون داره است؟ و اینکه ابداگر باشیم برای خودمون، لباسایی که خودمون ابدا کنیم، تنمون کنیم. و اینکه خب بلنگ استارت کار رو زدیم که حالا انشاءالله که موفق بشیم این زمینه ها. و این جشنواره چجوری به شما کمک کرد؟ خیلی همین امید داد به ما. یه همچین فعالیتی اصلا نبود. خیلی امیدوار شدیم. و داری که با قوت توانی که داریم توان میذاریم وسط و کار رو انجام میدیم. و توانمندی هم داریم. منطقه این که حمایتش از همون که انشاءالله بتونیم به نتیجه برسیم. کاری که ما انجام میدیم در واقع یک روش جدیدی رو ابداع کردیم برای آموزش مدل‌ها که بتونن فعالیت بکنن توی کشورهای که فرهنگ اسلامی دارن به خاطر شرایط خاصی که توی این حیطه هست. قسمتیه که تفاوت ایجاد میکنه بین کاری که ما انجام میدیم و آموزشی که توی مدارس مدلی که خارج از توی اروپا یا امریکا انجام میدن، در واقع پوزایی که میگیرن حالت سکشوال نباید داشته باشه، که ما در واقع حالا اسمشون رو دیگه توی ایران به عنوان مدل استفاده نمیکنیم، ما بهشون میگیم بهپوش. اینو به جای مدل میگیم اسمی که خودمون گذاشتیم، اسم جایگزینیه که گذاشتیم. حالا بهپوش یعنی کسی که خیلی خوب میپوشه. و فقط حالا بحثی که داریم این نیست که خوب بپوشن اینا، یعنی و سبک در واقع زندگی که دارن مطابق با شرایطی باشه که ما اینجا داریم. نیت اصلی که وجود داشت، یعنی هدف اصلی که وجود داشت، در واقع حالا یه بحث فرهنگی ما داشتیم تو جامعهمون، به خاطر اینکه در واقع این نسلی که ابتدای انقلاب بوده الان عوض شده و ما یه بحث فرهنگی رو داشتیم که می‌خواستیم راحت بکنیم در واقع پوش فعالیتی که حالا مرتبط با کار پوشش تو ایران انجام میشه. ما الان خواهید دید که زن‌های بیشتر بیان رو سن و این قضیه، یعنی الان ما مانکنای مرد رو داریم می‌بینیم و چند سال تو ایران دارن ترمیم می‌کنن. آیا زن‌ها رو هم خواهید دید تو این زمینه؟ بله 100% این اتفاق خواهد افتاد. ما از نظر این که استیج رو برای فکر میکنم قرار بدن برای خانوما که لباس اجتماع رو به نمایش در بیارن، همون لباسی که تو خیابونا میپوشن اون لباس رو نمایش در بیارن و حتی تغییراتی که هر دوره و هر سال روی لباسایی که تو اجتماع پوشیده میشه، نوآوری ها رو و خلاقیت هایی که طراحا روشون انجام میدن، حتما لازمه که این اتفاق بیفته. حالا بعضیا مایل نبودن این اتفاق بیفته، ما بهشون گفتیم که مثلا اگه فوتبال میخواد بازی بشه اون فوتبالیست فقط تو اون میدون میتونه فوتبال بازی کنه، اگر اون میدون ازش بگیرین واقعا فوتبالیست معنای پیدا نمیکنه. درسته. به خاطر درسته. همین فضای نمایش لباس به صورت استاندارد فضای استیجه. در ایران همه چی عوض شده، فضای بازی الان برای مود و فشن داریم. خودتون طرح و رنگا رو ببینید، این همه طرح تا 8 سال پیش نمیتونستن بیان حرف بزن، الان اومدن دارن صحبت میکنن، رنگا شاد شده، بچه ها آزادن، میتونن حرف بزنن، بحث کنن و اینو راحت خشن میشه پوشید همه جا. آه صدا تیگه حضور شما توی سالهای زندگی خودم با این آرمان ما زندگی کردیم که یک کشور خوب و پیشرفته داشته باشیم، بچه های ما همینطور. من فکر میکنم این در واقع خواست همه مردم ایران. این برنامه اینجا اجرا شد، من هم احساس غرور میکردم، هم احساس لذت میکردم، هم از اینکه میدیدم کشورم داره، یعنی نسل جوانش داره به یک جای خوب میرسه، احساس لذت کردم از این که بچه ها میتونن به جایی که برن مثلا یه فعالیت های زیر زمینی بکنن یا فعالیتی خارج از چارچوب قانون بکنن، میان به صورت قانونی فعالیت میکنن، امکانش براشون فراهم شده و از این شادمانن. مرد آسمونی نهایی کاشتی
میتونین بپرسین زاینده رو چه ریختی بود قبلا که خورا خیلی آبود. زیبا. من هر وقت میومدم اینجا مینشستم اینجا برای پرنده ها نون میووردم میگفتم. شما یه چیز رو وقتی از دست میدیم اون وقت ارزشش میدونی. با خانواده میمدیم اینجا، قایق سواری میکردیم. وقتی که شما آب رو خارج میکنی در واقع این فضاهای خالی باعث افزایش افکتیو استرس میشه و کامپکت میشه. سلام. از اینکه چند سال دیگه همه جا اینجوری بشه. شما چند ساله که تو باغ پسته کار میکنین؟ پسته خوردی الان سنم 50 سال کشاورزی کار میکنم. آب که نیست؟ کارشون آب... چجوری شده؟ جور بچه هامونه، زندگیمون مشکل شده. ما اینجا به چه جور زندگی بکنیم؟ همه عمل کردن رفتن شهر، تو شهرها. 40-50 سال قبل شما 3 متر زمینو میکندین میرفت پایین. آب قابل شرب. الان خیلی خرابه. این منطقه رو هلوش 200 متر. بیا، این زمین خشکه. به آینده آینده ترا دیگه مسئول پس روزش را. خیلی وحشتناکه. وحشتناک. این پسته ببینید. در اثر کم آبی که سری سوخته. پس چی بردارم ماش زندگی بکنم؟ چون فقط کم آب. خیلی میگن آینده ایران خیلی کمتر باید کشاورزی داشته باشه. خب من میتونم امروز برم چه کاری بکنم؟ چه کاری دست بگیرم؟ نه سواد دارم. همش کارم کشاورزی بوده. بچه ما همینجور. ما انتظار داریم از دولتمون. کمک کشاورز بکنه. بریم. شما فکر میکنی آینده این زمین چیه؟ اگه آب نباشه هیچ. هیچ فکری هم هیچ کس نگه. یعنی تا 20 سال آینده هیچ کس اینجا نمیتونه بخوره. این بچه که 2 سال داره 22 سال دیگه آب نداره سورچه بشه. شاید آدم ببینه بگه اه چه جالب، ولی فقط در حد یه لایک و یه نگاه کردن و یه شیر کردن میگذره. موقع مصرف آبیش که اون پسته تو ذهنش نیست. یه اپلیکیشن قطره قطره هست برای بحران آبه که توش کمپینیه که عضو میشن توش برای همین حمایت از بحران آب. من فکر میکنم تأثیرشو داشته، تو این چند سال تأثیرشو داشته. اولین بار که اومدین دریاچه ارومیه برای عکاسی کی بود؟ 3 سال پیش من اومدم شروع کردم. این دوستایی که همراه من بودن میگفتن الان اینجا رو می‌بینی خشکه، قبلا مثلا تا این ارتفاع آب بوده اینجا خشک شده. بعد گفتم چه اتفاق عجیبی افتاده، یعنی یه فاجعه است دیگه. پس میگم باید یه جوری نشون بدم این اتفاق رو. شما فکر می‌کنین عکس‌های شما چه جوری این موضوع رو بزرگتر کرده و مهم‌تر کرده برای بقیه؟ چراغی بود که روشن شد واسه مردم که فهمیدن داره چه اتفاقی میکنه، وگرنه دولت میدونست و اینو میگفت سالها که خب آب کم هست صرف جویی بکنیم. یعنی اگر مردم یه چیزی میشنون تا وقتی که اون عکس یا اون تصویر رو ندیدن انگار باورشون نمیشه. شما فکر میکنین عکسای شما یه فشار گذاشته رو دولت و مردم که بیدارشن؟ ببین من امیدوارم که دیدن این اتفاق برای همه این نتیجه رو داشته باشه که آب یه چیزیه که بالاخره یه حدی داره. تبعات دریاچه ولی فقط به جغرافی ایران محدود نمیشه. یعنی این سونامی نمکی که ازش صحبت میکنن اگه حتماً خوش بشه کلن دریاچه همه کشورهای اطراف رو مثل عراق، مثل ترکیه اینا رو تحت شعاع قرار میده. این نمک هم همونیه که الان داشتیم صحبت میکنیم، پودر است. این دریاچه است الان اینجا رو میبینیم که خوش شده. اولین بار یادتون میاد که حس کردین که یه چیزی خوب نیست؟ اول که سیده بو زمانه بو زمانه پایزن آخری ده که در مسافر گلمیرده، گرد کمیده گردورده بله دهکسه وارده، چرپه وارده، او دهکه سویون ایتیندهیده دهکزات ده قالدیلا گروده قرده قالدیلا دهکه ده قالده گروده، او دهیره جتمهدی که جدیری با نهانده ده سی دهیره
از کی شما این مسافرخونه رو بستین؟ یعنی یه روز اتفاق نیفتاد، شاید در عرض مثلا 10 سال 5 سال اینجوری این اتفاق افتاد و یه روزی شد دیگه بستن. شما پیش خودت فکر میکردین این مسافرخونه همیشه تو فامیلت میمونی؟ وقتی یه چیزی رو آدم تا از دست نداده نمیدونه که ارزشش چی بوده. مثلا ما الان دیگه خیلی برامون اثر گذاشته دیگه، مثلا اینکه مثلا خمناش شده میاره، یعنی طبیعت دریا آدم دلشاد میکرد. ناراحت نشین، دریا چه برمیگرده انشالله. من چی؟ رایم آتق دیم جلجه دیرم اتور دن انا انشالله جلجه اتار بس. از این بخش شروع کرده بودم عکاسی رو، کاملا انگار اون حالت مردگی و حالت از بین رفتن اینجا از همه بیشتر مشخصه. اگه یه چیز خیلی غمگینه برای شما و فامیلت، چرا میایین همیشه عکسشو میگیری؟ همین ناراحت کنندگیش باعث شد که من از اینجا شروع کنم، چون یه داستانی داشت برای گفتن که من فکر میکنم اون روحیاتی که اون حسیاتی که از اینجا گرفتم باعث شد که من مثلا به عکاسی علاقمند بشم. اون عکس خیلی معروف شما که اون هنرپیشه و اکتیویست آقای لیوناردو دیکاپریو که به همه پخش کرده روی اینستاگرامش، از همین دوره بود نه؟ مثلا دقیقاً همین جایی هستش که اینجا بوده که نمک‌ها و اون چوبا همشون دیده میشن. و وقتی اون عکس رو به همه دنیا پخش کرد، همه واقعاً داستان دریاچه ارومیه رو شناختن. یه بُعد جهانی پیدا کرده و یهویی انگار صدای یه تعداد آدمی که خیلی وقت پیش تلاش می‌کردن به گوش دنیا برسونن، یهویی فهمیده شد. دور برای دریاچه ارومیه چند تا صد مثل این هست؟ حدود 71 تاست که اینا همه در مسیر ورود آب به دریاچه ارومیه زده شده. این صد بیشترین مصرفش تو بخش کشاورزی که این سیستم در سابق طبیعی بوده، ولی الان که مصنوعی شده و دستی ما داریم آب رو بهش هدایت میکنیم، راندمان آبمون بسیار پایینه. 80% آب تلف میشه، مدیریت آبیاری برای اینا قابل لمس نیست. نشون میده که ما خیلی خوب نتونستیم منابع آبیمون رو مدیریت کنیم. ما الان یکی از کشاورزای روستای گل که یکی از روستاهای نقد است میبینیم. این کشاورز جزو اولین کشاورزهایی بودن که وارد پروژه استقرار کشاورزی پایدار شدن. سلام آقای رحمانی، شما خوب هستید؟ آقای رحمانی، خانم گلاره. اینجا میبینم کدو دارین. بله، این هر سال کشتای الگوی کشت رو تغییر میدن دیگه، کشتاشونو یه سال گندم، یه سال کدو، یه سال چغندر کردن. این یه تکنیک جدیدیه؟ بله، گندم، کدو اومدن زایگزی کردن، هم آب کمتر مصرف می‌کنه، هم یه راندمانی هم خوبه. من یه چیزی که از کشاورزا دیدم، تکنیکشون رو خیلی دوست ندارن عوض کنن. چرا بله. شما به زودی و به این آسونی می‌خواستین عوض کنی؟ سطح آب رفتم پایین. هزینه بر بودن کشاورزی تو منطقه، کشاورز وادار کرد این کشاورزی تغییر بده. میشه به من نشون بدین چجوری عوض کردین سیستم شما را؟ بله، الان با این لوله انتقال آب به راحتی انجام میشه. قبلا لولهش به جوری بود؟ الان قبلا از اون جوی همین گیاه ها و چیزایی که توی این هستن مسیر آب رو کند میکنه. دو اینکه آفتاب میزنه آب رو تبخیر میکنه. پس آب حروم نمیشه؟ نه، الان توی این سیستم آب مصرفی پرتش اومده پایین، از لحاظ اقتصادی هم هزینش کمه. پس این آب شیرینه؟ از زیر زمین اومده. الان توی منطقه کلن کشاورزها به دنبال این راه رفتن که زمیناشون رو سیستم بارانی تبدیل کنن. کرتی میذاشتیم آب میرفت، آب هدر میرفت، تبخیر میشد، حروم میشد.
الان تو این روش بارانی اینجوری نیست، راحت میتونیم 40%، 50% بگیم آب مصرفی هست شده. خرجش خیلی برای شما زیاد بود اینا رو گذاشتن تو؟ نه اینا هزینه های بلاعوض دولتی بود. کمک کردن؟ بله کمک هزینه ها، یه مقداریم از زیب ما خودمون گذاشتیم. شما فکر میکنین که بله مثل اینجا بارندگی مسنید هم راحتی کشاورز میطلبه، هم محصول خوبی از نظر کیفیت و کمیت، هم از لحاظ اقتصادی هزینش پایین اومده. همش رو شونه کشاورزاست که ما رو از بحران آب بیارین بیرون؟ نه همش رو شونه کشاورز نید. الان شهرنشینی ها میتونن در صرف جوی آب، وقتی آب تموم بشه تنها واسه کشاورز هم نمیشه. نه ببینید اصلا ایده اینا مهمانای ما مثل خودمونن. اون طبیعتا تو مملکت ما یک سری آدم ها حق برن هرچی میخوان بگن، ولی اون برای ما هم مهم نیست. بگو ما هم نمیدونیم این چیزیست که Nobody knows this. نه خیلی خیلی خوشحالیم بخاطر حضور اینا در ایران، برای اینکه این آدم ها بسیار مهمی هستن و بعد تنها زبان مشترکی در دنیا وجود داره هنره سینما. بهشون میگه بگین سیاست چیزی که فراموش میشه میره، ولی اون چی که ماندگاره هنره. و ما سلام علیکم. بگید ما حدود 600 تا فیلم کوتاه و بلند توی 22 سال ساختیم و حدود 120 تا سینما یا گرفتیم آتیش زده بودن ساختیم و یا خریدیم و یا در واقع سینمای ایران بعد از انقلاب دوره جدیدی رو شروع کرد که پایه اون دوره در همین حوزه اندیشه و هنر اسلامی شکل گرفت. طبیعتاً رفتیم سراغ یه موضوعهایی که برای مردم نو باشه و جسارت آمیز باشه و ضمناً مشکلات اجتماعی مردم باشه. یکی از موضوعاتی که برامون جذاب بود این بود که چرا مردم اینقدر دوست دارن منن امریکا، و یه موضوعی تبدیل شد به یه فیلمی به نام آدم برفی. کارگردان فیلم وینیپک شهرمن از کانادا جناب آقای گای مادین رو تشویق بفرمایید لطفا. تشویقشون بفرمایید خیلی ممنونم. علی فاطمی شروع کرد به بفرمایید که سلام. مرسی. من چیه؟ من ایرانو خیلی دوست دارم. اون چی که در این فیلم دیدم میتوانم خلاصه کنم در یک جمله: محرومیت از آرسی آدلانه. چه به طور جامعه، چه به طور انفراد در تابره شده این ظلمی خود تمام دیگه. اجازه بدید دار ندید آقا، دار ندید، اجازه بدید دار ندید. یعنی حکومت ایران ظالمه و داره تایید میکنه. نه این تاییده دیگه، تاییده. چی نمیگفتم، فقط منو بردن دادگاه یا آخونده بود میشسته و پشت میز. مادرم با پدرم دستگیر شد. پخش کردن این دادگاه از تلویزیون یه جوری در واقع اولا نشونگر این بودش که ما داریم محاکمه میکنیم، ما برخورد جدی میکنیم. من میدونم که با زندانی بودن من، پسرم، خانواده نزدیک من به نوعی تو تمام این سالها شکنجه شدن. این خونها جواب میخواهد. این خونها فقط و فقط جوابش میتواند همین کشتن این منحوس بوده باشد. اگر بنا بود که از اول مثل سایر انقلاباتی که در دنیا واقع میشد، انقلاباتی که واقع میشد پشت سر انقلاب یه چند هزار از این فاسدها را در مراکز عام دار میزنند و آتش میزنند، تمام میشد قضیه.
اوائل همه فکر میکردن که خیلی این انقلاب نمیمونه، ولی همینطور که گذشت و شروع کردن اذیت و آزار و چه باهایی ها و چه غیر باهایی ها، ولی البته با باهایی ها خوش اومد به خصوصی داشتن. بهایی کنار عدل منار روشن شده و خسارتی که این فرقه زاله مزله از نظر اقتصاد به این مملکت ما وارد آوردن، الله اکبر. اعضای محفل ملی دوم، واقعاً حقیقتاً فامیل بودیم، نه اینکه فقط همکار. کامرو خیلی مرد مهربانی بود، با همه خیلی زود آشنا میشد، مهربون بود، عاشق فامیلش بود. من کمتر کسی رو دیدم که انقدر واقعا شخصیت بارزی داشته باشه. همسرم دکتر فیروز روشنی همه محسنات خوب را دارا بود. خیلی اهل شنا بود، خیلی اهل کوه پیمایی، کوههای فیروزکوه خیلی میرفتیم و تو کار خودش هم فوق‌العاده پرکار و جدی بود و موفق. اعضای محفل خیلی نگران بودن، برای که ما خودمون میتونستیم احساس بکنیم که چقدر در معرض دید اینها هستیم، به خاطر اینکه می رفتیم از جلسه محفل می آمدیم بیرون، راه می افتادیم یه ماشین دنبالمون بود، اونا دنبال ما بودن. قبل از اینکه اینا را بگیرن من به اونا گفتم شما را می گیرن، دنبالتون می دونن شب کجا خوابیدید و شما را خواهند کشت. من یادمه که هر وقت که ما صدای گلوله می شنیدیم، من و ماما می دویدیم دم پنجره. و همیشه فکر میکردیم بابا رو کشتن، داشته میومده ما رو ببینه. اون شبم تمام اعضا آمده بودن غیر از گیتی جان. ایشون دستشون درد میکرد، قرار بود فردای همون روز بره عمل دست و بقیه بودن. منزل آقای مومن یه در آهنی بود و این صدای تفنگ مشخص بود، صدا به این در خورد. سه نفرم پاسدار آمدن و فوری به ما گفتن که شما هیچ کاری نمی کنین، با هم حرف نمی زنین، میرین کنار میستین تا سوال جواب بشه. کامران و من هم پلو هم نشسته بودیم وقتی ما رو بردن به زندان. اون موقع که پدر من دستگیر کردن به من نگفتن، و چون معمول اون روزها این بود که بابا هر چند روز یه دفعه میومد خونه بعد نمیومد، غیر عادی نبود که بابا نیاد خونه. از طرف تشکیلات به ما گفتن که 7-8 تا نامه بنویسید برید تمام مراجع شکایت کنی که شوهرامون رفتن برنگشتن. وقت نگو گاورمنت هم به سفارش کرده که هر بهایی مراجعه کنه اصلا حرفش رو گوش نکنی، اگه نامه هم بدن نامه رو نگیرید. یک شب ساعت 9 شب بود که در رو باز کردن، یکی از پاسدارا آمد گفت فریده صمیمی پاشو. گفتم منو کجا میبرید؟ گفت من تو رو میبرم خونتون. من شروع کردم گریه کردن. گفت چرا گریه میکنی؟ من به تو یه نامه میدم از کامران خان، نامه
بلند بالایم بود و بالاشم نوشته بود فریده نازنین، گفته بود که تو ناراحت نباش، ما اینجا با هم خوش هستیم برادران، منظورش پاسدار رو، به ما محبت میکنم، با ما خوبن و تو ناراحت نباش. این آخرین باری بود که ازش خبر داشتم. همین که کشتن به ما اطلاع دادن که امشب اینا رو کشتن. اون موقع بود که دیگه فریاد می‌زدم. به من گفتن که شوهر پدرت شهید شده. وقتی اینو به من گفتن، با اینکه ما انتظارشو داشتیم، ولی وقتی که شنیدم خیلی برام سخت بود. اون هم از اون شبا بود، از اون شبایی که واقعا من نمیتونستم تصور بکنم که دیگه وجود ندارن این افراد. اینا ردیف میان رد میشن، اول آقای امین امین، بعد بقیه، وسط بدون این که برسم به سکوی اعدام، یکیشون مثل این که میگه که از همدیگه خداحافظی کنیم، همدیگه را که میبوسیدن، اونایی که تو سکو واسده بودن که با تفنگ بزنن، اینا متوجه نمیشن اینا چی کار میکنن، وقت همونجا به سکو نرسیده همشون رو تیرباران میکنن. هیچ وقت خودم یادش نمیره کامران رو، خب هر روز یادم. ثانیه نیست در زندگیم که به یاد نداشته باشم، بنابراین هستم با اونا. بعضی از محاکمات 5 دقیقه، 10 دقیقه، 2-3 دقیقه، یعنی صرفاً در حد این که بگن ما محاکمه ای رو انجام دادیم، صرفاً در حد این که فرد رو در اتاقی به اسم دادگاه بنشونن و بهش بگن که تو ضد انقلاب هستی یا تو باقی هستی، یعنی اتهاماتی هم که بود به این شکل بود. ما میخوایم اسلام را ترسیل بکنیم. اینها از یکی از اینا آمده بود گیریه هم میکرد که چرا بعضی از اینا را میکشن، نه این آخریارا، اونا که آقای خلقالی مثلا میکشتن. اینا باز توجه ندارن که اسلام در این حالی که تربیت است، یک مکتب تربیت است، لیکن اون روزی که فهمید قابل تربیت نیست، 700 نفرشون را در یک جا در یهود بنی قریظه را در حضور رسول الله میکشن، گردن میزنن به امر رسول الله. اما من نکته را اینجا باید بگم، بلخص در این جرایم ضد انقلابی خوشبختانه انگیزه‌ای برای وکلا وجود نداره که از این آقایون بیان دفاع بکنن، چون بالاخره یه مقدار باید اعتقاد داشته باشه به حرکت مسلحان علیه نظام تا وکالت از یک متهمی رو به عهده بگیره که بیاد ازش دفاع بکنه. مگر یک وکیل وقتی که از یک قاتل دفاع میکنه شریک در قتل میشود؟ پس چرا حکومت ایران تصور میکند که اگر یک وکیل از یک متهم سیاسی یا عقیدتی دفاع بکنه با او الزاماً هم عقیده است؟ معمولاً دادگاه انقلاب قضات در اونجا کار میکنند که بیشتر مورد اعتماد وزارت اطلاعات هستند و به ویژه در پرونده های سیاسی و عقیدتی همیشه مأمورین امنیتی نفوذ زیادی روی قضات داشتند. بلغ الله العلي العظيم. At the beginning of the trial, we hear a crowd chanting, death to America, death to Russia, death to those that deny the Velayat-e-Faqih, which is
a reference to rule by the Islamic jurist. So one immediately sees that the climate within the Revolutionary Court is one of chanting violent slogans rather than allowing for any impartial or proper hearing of evidence. کامران صمیمی، محمود مجذوب، فیروز روشنی، عزت الله فروهی، جلال عزیزی، مهدی امین‌امین، قدرت الله روحانی. یعنی حکومت ایران ظالمه و داره تایید میکنه. نه، این تاییده دیگه. تاییده. عنوان تایید نامتونه. جواب بفرمایید. تایید نامتونه. آیا ما از شما سوال میکنیم؟ من سوال آیا محرومیت از یک دادرسی عادلانه در حقیقت یک ظلمه. به نظر من فرصت کافی هم برای دفاع داده نمیشد به متهم. دفاع به این معنی نیستش که وسط کلام نماینده دادستان بهش بگن که حالا در این رابطه یه چیز بگو. شما محکوم کنید. بنده از اینکه چیزی نمیدونه. شما محکوم کنید. همین میخوام عرض کنم. ببینید بنده مدرکی رو که نمیشناسم در صحتش این در محفل شما به تایید رفته. چه دونه بابا؟ امضای منشی محفل. بنده که نمیشه. امضای منشی محفل. چه دونه بابا؟ هر چه اونا رو محکوم کنید. The only evidence against the defendants are a series of documents which are entirely inconclusive, if not absolutely irrelevant. این آقا در این مقدمه شرح وقایع که به تصویر به بقیه رسیده نوشته اعزام نماینده های بهایی به دفتر فرد آن ظالمان جبار و جالب اینجا که علمای کشور اسلام مسئولین خدمتگزار مملکت جبارند و ظالمند به عقیده آقایان. زمانی که اینها داشتن محاکمه می شدن هنوز قانون مجازات اسلامی تصویب نشده بود که توهین به رهبر یا توهین به علمای اسلام در واقع جرم انگاری شده باشه. این نامه ای که در رابطه با مدرسه بچه ها هست که نوشتن که شما عقیدتون نمیدونن برنامه‌تون اینا رو بنویسید، عین اینو فتوکپی کردید و برای اسرائیل فرستادید. آیا اینها غیر از اینکه شماها عاملی هستید برای ارتباط دادن ایران مسائل و اخبار ایران برای اسرائیل، چیز دیگری میتونه باشه؟ نه، برای اسرائیل به هیچ وجه نبوده. بچه‌ها رو از مدرسه بیرون میکنن. بهایان ایران هیچ کسی کار بهشون نداره. این شماهایی بچه‌ای در مدرسه اخبار مدرسه رو رد کنه و برای رادیوهای آمریکا بفرسته، مسلماً اون مدرسه رو بیرون میکنن. اگر شما کار اجازه بدید، اگر شما هیچ کار نمیتونم بگم خنده دار، چون جان یک در واقع عده اینجا مطرحه، بسیار دردناکه. بودن و تو خوش شدن یارو بوده شدن ما افرادی بودیم که اکثریت بعدی بودیم، بعدم جامعه ما رو انکار من مطمئن باشیم. آنچه که من در این فیلم مستند دیدم به هیچ وجه با ویژگی های یک دادرسی عادلانه انطباق نداشت، نه تنها با موازین بین المللی که دولت ایران با الحاق به کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی سیاسی پذیرفته انطباق نداشت، بلکه حتی با قوانین جمهوری اسلامی هم انطباق نداشت. ما باز تا چندی مهلت می دهیم به این قسط های فاسد و این اعلام آخر است و اگر چنانچه در کار خودشون تعدیل نکنند و به ملت بر نگردند و دست از توطئه‌ها بر ندارند، خدا می داند انقلابی عمل می کنند. ما زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی دارن و با نظام جمهوری اسلامی جنگ مسلحانه می کنن. من وقتی دستگیر شدم 18 سالم بود، پسرم 1 سالش بود.
درست 3 روز بعد از تولد پسرم پاسدارا با خونه پدر مادرم اومدن، گفتن که برای چند تا سوال باید با ما بیای. مادرم فریاد میزد، فریاد میزد بهشون که شما از بچه های من چی میخواین؟ از بچه های من میترسین. پدرم سعی میکرد بکشتش کنار که برای اون اتفاقی نیفته. دیدن چهرهاشون دوباره همیشه هست تو ذهن من. خواهرم پسرم رو گرفته بود تو بغلش، گریه میکرد. برگشتم پای سرم نگاشون کردم، و فکر میکردم که آخرین بار یکی ببینمشون. رفتم. روز اولی که بردنم بازجویی، من رو بذاشتن توی یه اتاق با چشم‌بند و چادر خود زندان بهم چادر دادن. در یه اتاق باز کردن، برو تو، یه صندلی بودش دستدار مثل صندلی مدرسه، بشین اینجا رو به دیوار. بازجویی اینجا شروع شد. من وقتی بازداشت شدم 21 سالم بود. من در ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران بودم. خب فعالیت سیاسی میکردم، مثل شرکت و میتینگ ها، فروش روزنامه، فروش نشریه، گردوندن دکه هایی که در سطح شهر بود. بازجو از من مسئولم رو میخواستم، سلاح میخواستم. گفتن تو قبلا اسلحه خونه کمیته هست من بود، گفت سلاح برده دیده مجاهدین. از همه سوالات یکی بود. اصلا من یادم یه سری سوالات بود میدادن که باید شما خودتون به همه به اون جواب بدید. حتی میگفتن سوال خودت بنویس، جوابش خودت زیرش بده. در زمینه مسائل ایدئولوژیکی و سیاسی، بازجو تشکیل دهنده پرونده است و در حقیقت پرونده بر اساس کارهای او و گزارشات او تنظیم میشه. مهمترین نقش رو داره. بازجو بهم گفتش که میدونی سی سی او کجاست؟ گفتم که آره. او کجاست؟ گفتم کاردیو کر یونیت، بخش مراقبت های ویژه توی بیمارستان. بعد یه کتکی خوردم، فهمیده بودم چی میگه. خودم زدم به اون را و به اتاق شکنجه. میگفتن سی سی او میری تو اتاق مراقبت های ویژه. ما رفتیم بازجویی، ما رو دست بند قفونی کردن، آویزون کردن. حدودا 600 700 آویزون بودن، آوردن پایین که همونجا موهای منو زدن، دادن خوردم. همچین تنظیماتی میکردم. هنوز فکر نمیکنم شکنجه بالاتر از کابل اومده باشه. فکر نمیکنم. خیلی شکنجه رو نمیدونن چیه. فکر میکنم مثلا اگه ناخون یکی رو بکشی خیلی شکنجه فجیعیه. نه، اندازه کابل نیست. نمیشه توصیفش کرد. کابل کف پا نمیشه توصیف کرد چه دردی. بعد توی اون زدناشون هم کسایی رو صدا میکردم کنن توبه کردی؟ بگفتن آره. کابل رو میدادن بهش، میگفتن برو بزنش. توی دوران بازجویی در اون زمان شما نه دسترسی به وکیل دارین، نه دسترسی، تنها به کسی که دارین بازجویه که بازجو با موشه کنجگرتونه. همون کسی که میزنتتون، همون کسی که ازتون سوال میکنه. بچه خواهرم بود به نام حسین مجیدی. اون موقعی که دستگیرش میکنن عموشو ازش میخواستن. بیچاره اصلا چرا اتحاده و عموش اینو وقتی میزننش با کار مثل که زیر کار میمیره. بازجویان امنیتی در دادگاه های ما بسیار نفوذ داشتند و هنوز هم دارند. دادگاه تو زندان اوین اون چیزی که تو ذهن شماست نبود که. دادگاه هر جا میتونست تشکیل بشه. هیچی نمیگفتم، فقط منو بردن دادگاه. یا آخونده بود میشه سو پشت میز. خود بازجون و
رفت پشت سرم وایساد، باز رو از پشت سر میگفتن حاج آقا همکاری نکرده. میگفت برای اینکه همکاری نکرده و سر موضعیه اشد مجازات بشه. روز 8 مرداد که 2 دقیقه نکشیده بود، 2 دقیقه نشد، دیدم در سلونم باز شد، پاسدارای شیفت دیروز و امروز ریختن تو بعد تو سلونم. من چشم میزن میبینم ما رو بردن دادگاه. اولین نفر در دادگاه من بودم، از هیچ چه خبر نداشتیم. همینطوری که ایستاده بودم از اینجام زیر چشمم دیدم داوود لشکری مسئول امنیتی زندان رو تحت داره میاد، ما رو نشون داد، گفتش که اینا کیو برده با ما اشاره. پاسدار پشت سر من داد گفت سید برده، یعنی افسر نگهبان. تو درگیری که اینا با خودشون داشتن و اون میخواست تو اولین لحظه اتوریتش خدشه‌دار نشه، با عصبانیت گفت لازم نیست اینا ببرشون تو بند، هر کی رو من میگم بیارید. در واقع از در دادگاه برگشتیم، بچه های متأمین مشهد و جای ما آوردن و همه شون رو اعدام کردن. و اون روز اگه ما دادگاه رفته بودیم هممون اعدام بودیم بلا استثنا. میرفتی تو اتاق، هیئت اینجوری نشستن، نگری، اشراقی، رئیسی، 3 تا، 1 نفر هم چی؟ مال وزارت اطلاعات، 4 رومی که زیاد اون اصلا چیز نداشت، فقط حضور داشت. اسممو پرسیدن، نیری اون فرمی که جلوش بود، مشخصاتی بود، در واقع داشت فرم اعدامو پر میکرد و بعد سوال میکرد که در ارتباط با کدوم گروه دستگیر شدی؟ اتهام هستی یا نیستی؟ گفتم مجاهد نیستم. بعد گفت مجاهد نیستی؟ گفتم نه. گفت چجوری سوادی؟ گفتم این پرونده منه. گفتم نظرت راجع به سازمان چیه؟ گفتم که نظری ندارم، اینا فکر من شد تو باغ نیستم. 4 تا هم اعدام داده بودن برای قبل از من. میدادن که تو من هفته بنویس، بعد امضا میکنم میکنم من هوادار نیستم، قبول ندارم مجاهدینو، مجاهد هم نمیشه مثل منافقین. میگفتم اشتباه بشین سمت راست، کسی شما سمت راست، اونایی که سمت چپ میوردن اعدام. اومدم تو راه روی مرگ، اونجا که نشستم گفتم من اعدامیم. نگاه کردم دیدم که یه پاسداری داره میاد، یه کیسه دستشه توش ساعت و پول. فهمیدم بچه ها رو زدن، همه هنان هم زدن. اینایی که گفتم بردن بند، بند این کده، میبرن اعدام. همه همون منتظر بودیم، ما همه منتظر بودیم که نوبتمون بشه. از اتاقای مختلف تیکه تیکه میبردن، نوبت خیلی همون نشد. بعد از اعدام ها که بعدا هممون رو که جمع کردن اردن اوین، به من اطلاع دادن که خواهرها مهری و سویلا 6 مرداد زدنشون. ببینید خود اونا میدونن زشتی کارو میدونن، خودشون به خوبی در جریانن و همه سعی میکنن خودشون رو مبرا جلوه بدن، گویی که تو جریان نبودن، گویی که مخالف بودن، گویی که نمیدونستن چه اتفاقی میفته. نه، همه میدونستن، ما اسیر بودیم و اینا اسرا رو کشتن، بیماران رو کشتن، حتی بیمار روانی رو. چه توجیهی دارن؟ اعدام کسانی که سابقا محکومیت گرفته بودن و در حال سپری کردن محکومیتشون در زندانها بودن در سال 67 یک رفتار کاملا فراقضایی و فراقانونی بود و با هیچ منطق حقوقی قابل توجیه نیست. من میدونم که با زندانی بودن من، پسرم، خانواده نزدیک من به نوعی تو تمام این سالها شکنجه شدن. میدونم که پسرم خیلی
سطحم میدیده. من میدونم اون سالهایی که از دست رفت بر نمیگرده، بر نگرد. و میدونم این چیزیه که ناخواسته بر اون تحمیل شده. این همیشه با من خواهد بود. ولی آدم دیگه این نمیتونم باشم. من پیش از انتخابات کار اصلی که میکردم در واقع نوشتن مقاله بود و در آوردن مجله ای که یه تعداد دیگه ای از دوستانمون نیز در اون مشارکت داشتن. در تظاهرات عاشورا من مثل تظاهرات های قبل در کنار مردم، یعنی در یک برابری که پیشا پیش در اونجا هست، حضور پیدا کردم. در سال 1388 به عنوان تحلیلگر سیاسی در سفارت بریتانیا در تهران کار میکردم. کار اصلی من مشاهده بود، باید میدیدم چه اتفاقی داره میفته. یک هفته بعد از انتخابات یک نقطه عطفی وجود داشتش و اون خطبه های نماز جمعه بود که توسط رهبر جمهوری اسلامی ایران و ایشون در اون خطبه ها هم تهدید خیلی جدی کردن کسانی رو که در تظاهرات شرکت میکردن و همینطور دولت های خارجی و به خصوص بریتانیا رو مورد اشاره قرار دادن و مقصر و مسئول دونستن در اتفاقاتی که در اون روزها در تهران و برخی دیگر شهرها میفته. زورآزمایی خیابانی بعد از انتخابات کار درستی نیست. من از همه میخوام به این روش خاتمه بدم. این روش روش درستی نیست. اگر خاتمه ندن، اون وقت مسئولیت تبعات اون، هرج و مرج اون به عهده اونهاست. روزی که من دستگیر شدم ساعت فکر میکنم تقریبا 7 صبح بود، روز تعطیل من بود. صدای در زدن آمد و من و همسرم از خواب که پریدیم اولین واکنشمون این بود که اومدن. وقتی یه نفر بگه که بچت ممکنه زیر ماشین بره، این چیزی نیستش که آدم بتونه راحت باش برخورد بکنه و قمارشو بکنه، یعنی اس کنه که خب نه، این داره برای خودش میگه. یادم یک روز سه شنبه قبل از دادگاه من در روز شنبه، من و یک نفر دیگه که در اون سلول بودیم و به انفرادی منتقل کردن. فرد دیگه آرش رحمانی پور بود که آرش چندین بار به من گفت که خود صلواتی گفته بود که من تو از اعدام نجات میدم. آرشو میدیدم که اعدام شده. خیلی برای من سنگین بود به خاطر اینکه همین فشار رو به خود من داشتم می آوردن و دائم تهدید به اعدام می کردن. پدر من در سال 67 در جریان اعدام های دست جمعی مرداد و شهریور ماه اعدام شد. طول اون مدت دائما این مسئله اعدام و همزمانی این با اعدام یعنی یک جوری تداعی کردن اعدام پدرم، من رو دچار مشکل شدید روحی کرده بود و من کاملا میگفتم که درست میگن، از دست اونها برمیاد. برای همین در انفرادی دوم دیگه کم کم من به لحاظ روحی کاملا شکسته بودم و تنها راهی که می دیدم برای نجات قبول این پیشنهاد دادگاه بود که به صورت آروم و مرحله مرحله به من دادن. روز قبلش یک تمرین صورت می گرفتش و کسانی که قرار بود در اون نمایش شرکت بکنن می آمدن در اون سالن. متنی که برای اون تمرین آماده شده بود
باز هم مورد موافقت قرار نگرفتش، باز هم چون زنی ما ادامه پیدا کرد و این هی تغییر میکرد، جایی که من میگفتم یه چیزی رو نمیگم یا که من اصرار میکردم که این درست نیست، بخشی که اونا میخواستن تونتر بشه، همینجوری هی این رفت آمد رفت آمد. وارد سالن شدم دیدم که پر از تماشاگر و بعد یکیشون یکو به من گفتش که چی کار کردی و اینا. من گفتم دانشجو. وقت برگشتم نگاه کردم دیدم همین جلیقه های سبز نیروی انتظامی فقط زیرش پیرهن پوشیده و اساسا یک تصویر کاملا طراحی شده بود. به وکیلم که مطلقا دسترسی نداشتم و حتی ایشون رو هم ندیدم تا بعد از دادگاه، چون حتی برای دادگاه هم ایشون بر حسب اتفاق در ساختمان دادگستری بود. آقای مرتضوی هم به ایشون گفته بود که از همینجا بر میگردی وگرنه خودت هم میری کنار حسین رسام قرار میگیری و فکر میکنم ایشون هم کار عاقلانه کرده بودن و از اونجا برگشته بودن. من در دادگاه که وکیل نداشتم، یعنی توی اون بخش وکلای تسخیری جای وکیل من خالی بود. وکلایی که از متهمین سیاسی و عقیدتی دفاع میکنند همیشه مورد سوء ظن حکومت هستند. تعداد زیادی از وکلا رو گرفتند. به خاطر فعالیت‌های من مدتی خواهر و همسرم در زندان بودند. من خودم هم قبلا در زندان بودم. بارها تهدید به قتل شدم. در حین محاکمه قاضی میگفت تو خودت متهم من و محکوم من بودی، تو حق نداری صحبت بکنی و به این شکل سعی کردن که وکلا رو وادار بکنن که از دفاع از متهمین سیاسی و عقیدتی منصرف بشن. دانشجوها، نویسنده ها، هنرمندا، اینا همه به خاطر افکاری که دارن زندان میرن. به همین دلیل ما میگوییم عقیدتی، یعنی کسانی که به خاطر عقیدهشون دارن زندان میرن، مثل بهایی ها. اینا وکیل ندارن. بنابراین کسی بسی باشه که به اینا کمک کنه و بلندگوشون باشه. به همین دلیل تعدادی از وکلا که معتقد به حقوق بشر هستن با قبول تمامی مخاطرات در این رشته فعالیت میکنند. آگاهانه خطر رو ما قبول کردیم. رئیس دادگاه با توجه به اینکه برای هر یک از متهمان پخش کردن دادگاه از تلویزیون یه جوری در واقع اولا نشونگر این بودش که ما داریم محاکمه میکنیم، ما برخورد جدی میکنیم. منی که امروز اینجا توی این دادگاه دارم محاکمه میشم، بخشش محاکمه من نیست، بخشش محاکمه کسانیه، رهبرانیه که حاضر نشدن به احزاب یا مثلا یک جبهه رسمی تن بدن، ایده شبکه رو مطرح کردن، دست رو باز گذاشتن و با بدنام کردن رسانه‌های داخلی دست رو باز گذاشتن تا رسانه‌های خارجی، تا کسانی که خارج نشین بودن، همون اپوزیسیونی که ازشون نام بردن، خط و ربط تعیین کنن. چون اینکه مشخصا داریم می‌بینیم فتنه‌هاشون رو می‌بینیم. گفتن خب چیزایی که ما می‌چینیم اینه، یه سری دیگه من بیرون زندان هم گفتن اینا کسایی هم بودن که کینه داشتن از نظام، اینا اومدن تو خیابون. مردم که نمیشد گفت، باید میگفتن که اون بهاییه بوده، این چپه بوده، اون مجاهده بوده، اون دفتر تحکیمیه بوده. اینا اسمایی بودش که روی مردم میخواستن بذارن. ریاست محترم دادگاه، به حال بعد از این دوره‌ای که طی کردم نسبت به عمل کرده گذشته خودم و تخلفاتی که برای محرز شده مرتکب شدم، به شدت نادم و پشیمانم و از نظر شما و از امروز ملت عزیز ایران عذرخواهی میکنم. تقاضای عفو و بخشش از محضر دادگاه محترم دارم و این قول رو میدم که در جبران مافات تمام سعی و تلاش خودم رو به کار بگیرم. در خدمتتون هستم. جایی که شخصا خیلی احساس ضعف میکنم جایی هستش که من مجبور شدم اسم 3 آدم رو هم بیارم و این چیزی که هرگز خودم به خاطرش نمیبخشم. من بعد از آزادی از زندان تحت فشار شدید امنیتی قرار داشتم، یعنی احضار دائمی، یعنی تماس دائمی مسئولین وزارت اطلاعات و قرارهای مفصلی که میخواستن بذارن. من واقعا دیگه توانشو نداشتم.
پسرمون که 13 سالش بود به خاطر این ماجراها ما از ایران خارجش کرده بودیم، میترسیدیم که دوباره بیاریمش توی کشور و دوره سختی رو تجربه کرد، دوره تلخی بود براش. باز دوباره من احضار شدم و 3 روز پشت سر هم باز دوباره بازجویی طولانی داشتم تا جایی که دیگه خسته شدم و تصمیم گرفتم که از ایران خارج شم. ایران اعلامیه جهانی حقوق بشر رو پذیرفته و متعهد به اجرای مفاد 2 کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی شده که متاسفانه ایران به هیچ یک از اینها در زمانی که مواجه با یک متهم سیاسی و عقیدتی هست عمل نمی کنه. انقلاب تمام شد. وجود دادگاه انقلاب چه معنایی دارد؟ کدام انقلاب؟ من تو زندان بزرگ شدم. من 18 سالم بود وارد زندان شدم، 26 سالم بود که از زندان در اومدم. اتفاقاتی که تو زندان افتادن جزئی از منن. بیش از اون که تکذیبشون من رنج بده، تفسیره غیر واقعی که هم ماجرا میکنن، حتی دروغ‌هایی که میگن. من هنوز هیچ موقع یادم نمیره بچه هایی که اعدام شدن. طبیعتا من اون آدمی که شب قبل از 6 تیر 1388 بودم نیستم و تجربیاتی که گذروندم، تلخی هایی که این ماجرا داشته. من نمیدونم یک آدمی که اعدام شده به ناحق در یک دادگاه تشریفاتی از آرش رحمانی پور بگیرید تا پدر من، اساسا میشه یک جوری حق اینها رو گرفت؟ چجوری عدالت در مورد اونها جاری خواهد شد؟ عدالتی در مورد کشته شدگان؟ آیه‌ای که عرض شد مشکله، خیلی مشکله دیدن این فیلم. با وجودی که 31-32 سال گذشته هنوزم سخته، خیلی مشکله. متاسفم اگه صدام راحت نمیاد. نباید محاکمه میشد. البته تماشای دیدن عزیزانم به عنوان مجرمین بسیار سخت بود، بسیار سخت بود. رنجیده خاطرم از هموطنی که همه واقعیات رو فراموش میکنه و افسانه میسازه. افسانه ای که زشت، کثیف. کامران معمولا با صورتش اینقدر بازی نمیکنه. میدونم ناراحتی باعث شده بود که با صورتش مرتب بازی میکنه. پدر من همیشه لبخند میزد و خیلی شوخ بود. اینجا نشون میداد که خیلی عصبانیه. از اندرون عصبی بود. دیدن این فیلم زخمهای چند ساله رو التیامی نداد، بلکه نمک پاشید. اون زخمای من انقدر عمیقه، من هر جا بشینم، هر جا برم، هر دقیقه، محال یه دقیقه اون گذشته ها یادم بره. من میلان بودم، اون شام آخرین رو دیدم که چقدر قشنگه. کاش من میتونستم نقاشی کنم و اینو مثل یه تابلو نقاشی میکنم. روحشون شاد باشه، روحشون شاد، روحشون شاد باشه.